سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. عبدالقادر طلباکوف: زمانه دیگر شد و قانون تنظیم باید بازبینی شود. اعلان حکم عبدالرحمن نو، سلیمان آرزویف و دو تاجیک دیگر برای زن و زنی با برادر تیجی در آلمان. پسته و یک جوان تاجیک در مسکو با کمک یک دختر. فیضعلی حسن جرایی شده است، درخ آوازخوان محبوب دعا کنید. راننده تاکسی در دوشنبه در حالت مستی از استعمال بانک مسافر میکشند. و اکنون تفصیلات خبرها. عبدالقادر طلباکوف، مدیر کتابخانه شهری به نام لاهوتی و ژورنالیست تاجیک، خواستار بازبینی قانون تنظیم، یکی از بحث برانگیزترین قانونهای قبول شده در تاجیکستان شد. عبدالقادر طلباکوف در یک مراجعتنامه که در صفحه‌اش در فیسبوک نشر شده است گفت: با مرور زمان وضع زندگی مردم تاجیک از جمله با شرافت عزیزان مهاجرانشان خیلی دیگر و بهتر شد و مردم قدرت و توانایی هرچی بیشتر را برای توی معرکه های خود به دست آوردند. قانون دوگما نیست و باید وابسته به تقاضای زمان بازبینی شود، گفت عبدالقادر طلباکوف. خطاب به وکیلان پارلمان او افزود: باید به ساکنان امکان داده شود که توی سور خود را به طوری که دلشان می خواهد دایر کنند. ژورنالیست تاجیک تاکید کرد که هر نفر می خواهد در روز تویش همه آرزو و هوسهای خود را بشکند و این خواست ساکنان نباید با چهارچوب قانون محدود کرده شود. از طرف دیگر میگوید طلباکوف: افزایش خراجات برای توی معرکه ها همچنان عامل خدمت خواهد کرد که تجارت را در کشور بیشتر و جوش میدهد. عبدالقادر طلباکوف همچنین از برخی محدودیت های نو ضروری در قانون تنظیم یادآور شد. برای مثال، یک شاعر وقتی میخواهد زادروزش را جشن بگیرد در کجا باید تجلیل کند؟ در طربخانه ممکن نیست، در کهوخانه ممکن نیست، در خانهش ممکن نیست. او چی کار باید کند؟ وقتی در یک اجرای تنگ خوابگاه بسر میبرد. سوال گذاشت عبدالقادر طلباکوف به وکیلان پارلمان تاجیکستان. قانون تنظیم که سال 2007 قبول شد، سال 2017 جزاهایش بازم شدیدتر کرده شد. تجلیل زادروز را تنها در حلقه اویله بدون دعوت یا دوستان و همکاران و یا سندکاران اجازت میدهد. این قانون همین طور شماره اشتراک کنندگان توی سور و مراسم محتم را و ساعت برگزاری معرکه ها را به 3 ساعت محدود کرده است. محدود کردن جشن زادروز، توی سور و معرکه های محتم از سلسله قانون های عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به بعد مسخره کشیده می شود. دادگاه افزای زوست در غرب آلمان روز 15 دکبر سال 2022 حکم 4 تاجیکی را که بزن و زنی با بلاگر تاجیک آن زمان مقیم آلمان مظفر بابو رحمتوف معروف با تخلص برادر تیجی عیبدار می شدند اعلان کردند. دادگاه این 4 نفر را در افباشی در رسانیدن آسیب سبک به سلامتی گناهگار شناخته، آنها را در عموم به مبلغ بیش از 10,000 یورو جریمه بسته است. همچنین 2 نفر شرطن به 1 سال و 8 ماه و 1 سال و 3 ماه زندان و همزمان به 200 ساعت کاری جمعیتی محکوم شدند. ولی دادگاه زوست 2 بلاگر منتقد تاجیک مقیم آلمان، سلیمان آرزوی و شیرزاد ماماجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن نو را تنها جریمه بسته است. هر 2 بلاگر شب 15 و 16 دکبر بعد اعلان حکمشان در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد گفتند که دادگاه در اول آنها را تنها جریمه بست که دادستان از دادگاه برای سلیمان آرزویف همچون جزا 1 سال و 2 ماه زندان و برای عبدالرحمن نو 1 سال زندان طلب کرده بود. آنها از رسانه کردن نام 2 نفر محکوم شده خودداری کردند و گفتند آن 2 نفر یگان فعالیت سیاسی یا بلاگری ندارند. و آن شب 7 فوریه سال 2021 تنها به خاطر همراهی و نمایش جوان مردی همراه آنها به خانه برادر تیجی به شهر زوست رفته بودند. سلیمان آرزوی و عبدالرحمن نو خبر دادند که طرف دیگر بس برادر تیجی که علاقه آلمان را تر گفت به تاجیکستان برگشته است، در مرافعه اشتراک نداشت. دادرس در جریان مرافعه اطلاع داد که با وجود کوشش های سفارت آلمان در تاجیکستان برای دعوت مظفر بابو رحمتوف یعنی برادر تیجی به مرافعه پرونده زنوزنی با او یگان بار به سفارت تماس نگرفته است
وزمه برای سفر به آلمان نشون نداده است. نخل کرد عبدالرحمن 09 در صحبت با بامداد. برادر تیجه بعد بازگشتش به تاجیکستان در کانال خود در یوتیوب که قریب 300 هزار آبونشی دارد، اساسا به تبلیغ بازی های قمار از جمله لاتاریا ها مشغول است. هنوز نتیجه های بررسی پرونده رزبورش با بچه های تاجیک در آلمان را شرح نداده است. عبدالرحمن 09 و سلیمان ارزویف بر این که مرافع با پیروزی آنها انجام یافت. این ماجرای پر سر و صدا از آن آغاز یافت که برادر تیجی که در آلمان به صد می برد 12 فوریه سال 2021 بعد بازگشت از سفر تاجیکستان از پیشرفت‌های تاجیکستان ستایش کرد و گفت دوشنبه مثل دوباره شده است که من حتی نشناختمش. سلیمان ارزویف برادر تیجی را برای این ستایش‌هایش دروغ نامید و گفت او مشکلات چون قشاقی مردان و پایمال شدن حقوق انسان را در تاجیکستان نادیده گرفته از پیشرفت های نبوده ستایش میکند. برادر تیجی از این بخشم اومده در کانالش سلیمان ارزویف را با لفظ زشت تشنام داد. و شب 12 فوریه سال 2021 سلیمان ارزویف امرو با عبدالرحمن 09 و سه جوان تاجیک دیگر برای رزبور با برادر تیجی به محل زشت او شهر زوست آمدند. رزبور ساعت 1 شب 12 فوریه در نزد بنای بانک امانتگذاری در شهر زوست صورت گرفت و در ویدیوهای نشر شده دیده می شد که بچه های تاجیک با یک دیگر زن و زنی می کنند و صدای تیر هم شنیده می شود. پلیس آلمان بعدن شرح داد که در جریان مناقشه کسی از اشتراک کنندگان از تفنگچه گازی استفاده برده است. پلیس شهر مسکو پایتخت روسیه یک شهروند 25 ساله تاجیکستان با نام علیخان را از اسارت آزاد کرده است. قلابان با استفاده از کمک یک دختر شریکشان این جوان را با یک کلیانخانه در اصل وجود نداشته جلب کرده برای خوراک شام پیش او 30000 روبل حساب گذاشتند. و وقتی که جوان تاجیک پرداختن چنین مبلغی از نرخنامه 4 مرتبه گرانتر را رد کرده است، او را در تاخانه دو شبانه روز محکم کردند. درباره این قضیه روز 15 دکمبر سال 2022 تلگرام کانال مش خبر داد. جوان تاجیک بعد رویش نقل کرده است که با دختر با نام لیرا شنو شده و دختر به او پیشنهاد کرده است که در کلیانخانه در ساوینسکای نابرژنیا بخورند. اما این کلیانخانه که او باز رسما بسته بوده از سوی قلابان تنها با مقصد با کمک دختران زیبا به دام افتاندن افراد زودباور چون علیخان استفاده می شده است. این کلیانخانه قلبکی بوده که نرخش 4 برابر زیاد از نرخنامه است. هر کس به آنجا در آمدن نمی تواند و دخترانی که مشتری پیدا کرده می آورند فایض خود را می گیرند. یکی از چنین دختران با نام لیرا که 20 سال داشته است در شبکه های اجتماعی علیخان 25 ساله را با سخنان مثل این که تو چقدر جوان خوش رو جذب کرده پیشنهاد کرده است که در این کلیانخانه بخورند می نویسد. مش بعد خوراکشان وقتی که علیخان و لیرا باید می رفتند پیش خدمت پیش علیخان به مبلغ 30000 روبل حساب گذاشته است. این نظر به نرخنامه 4 مرتبه بیشتر بود و علی خان از پرداخت این پول دست کشیده است. مش می نویسد جوان تاجیک فریب خورده اینقدر پولم نداشت که پرداخت کند و خدو شود. قلابان علی خان را در تاخونه محکم کرده دو شب و نروز آنجا نگاه داشتند ولی تلفنش را نگرفتند. تا که او به یار و دوستان و شناسوهاش زنگ زده مبلغ در کوری را جمع کرده بتواند. علی خان به یک دوستش زنگ زده از او 30000 روبل قرض می پرسد. دوستش اصل گپ رو فهمیده به پلیس خبر داده است. پلیس به این کلیانخانه آمده علیخان را از اسارت آزاد کرد. در رفت تفتیش معلوم شده است که این جوان تاجیک یگانه قربانی این دم نبوده است و این کلیانخانه در اصل کیو بسته شده بود. ولی برای چنین عملهای قلابانه با کمک دخترانی که فایض خود را می گرفتند استفاده می شد. حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی در رابطه با این حادثه در دست بررسی قرار دارد. خبر میجد تلگرام کانال مش این یگانه موردی با کمک چنین دختران به دام افتاندن مهاجران تاجیک در روسیه نیست. از همه مهاجران خواسته می شود که هنگام شنو شدن با دختران ناشناس یا تایید ملاقات با چنین دختران در یگان طربخانه یا بار و یا کلیانخانه خیلی هوشیار باشند تا که به دام نافتند و مثل علی خان قربان پستاوه نشوند. اووزخان شنوخته تاجیک آفیز مردمی تاجیکستان فیضعلی حسن جرایم تلخدان را پس سر کرده است. در این باره در فیسبوک سیوف میزروب سردبیر نشریه اس اس ار خبر داد.
و از همه مخلصان خواست که در رق این هنرمند ورزیده دست بدو بکشویند. فیضعلی حسن آوازخوان، آهنگساز و حافظ مردمی تاجیکستان سال 1948 در نوه شوروباد به دنیا آمده است. او را همچون پیرو و دوامدهنده سبک آدینه اوشم یکی از هنرمندان نامی تاجیک میدانند. فیضعلی حسن بخصوص در سرایدن ترانه های مردمی و فلک روغی معروف بوده، سالهای آخر ترانه های صوفیانه و مذهبی نیز زیاد اجرا میکند. این هنرمند شناخته همچنین یک مرد پرظرافت نیز نام برآورده است. در بین مردم ده ها لطیفه پنهان شده است که قهرمانشان فیضعلی حسن است. فیضعلی حسن سالهای طولانی در تئاتر خلقی نویه همدانی کار کرده، تنها در سالهای 90 همچون یک هنرمند معروف شده بود و به دوشنبه کوچید. او حالا در دهه بلخ نوی رودکی در کنار پایتخت به سر میبرد. فیضعلی حسن ماه اکتبر سال 2021 همسرش بادلما زبیروه را از دست داد. صحنه 15 دکبر سال جاری، یک نفر شهروند با ارسال نوار از مقامات میلیشیا درخواست نمود که نسبت به راننده و کندوکتر واسطه نقلیات تمغه مرسدس سپرینتر رقم قید دولتیش 24400-01 چاره های دخلدار قانونی اندیشیده شود، زیرا نامبردگان در برابر ویران نمودن قایده های حرکت در راه همزمان مراجعت کننده را دشنه های قبی نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. در نتیجه سنجش معاین کرده شد که راننده واسطه نقلیات مذکور شهروند میرزایف رحمان علی سال تولدش 1994، استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قرابایف و کندکتور زفرخان عدالتچو سال تولدش 2000 ساکن نوی خوولینگ می باشند. ضمن پرسش معاین کرده شد که راننده میرزایف رحمان علی صحنه 15 دکبر سال جاری تقریبا ساعت 11:00 دقیقه هنگام بفولت مسافرکشانی مشغول گردیدن طلبات قایده های حرکت در را ویران نموده در قطار دویم توقف کرده سببگر تنبشوی واسطه های نقلیات گردیده است. این عمل نامبرده باعث ایراد دیگر رانندگان شده، از او خواهش نمودند که واسطه نقلیات خود را از قطار دویم گیرد، اما نامبردگان به طور دغلانه به راننده مراجعت کننده در افتاده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت راننده میرزایف و کندکتور زفرخان طبق طلبات ماده 460 می دو باشه کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده، در اساس قرار سود نسبت هر کدام به مولت 5 شبانه روز حبس ماموری تعیین کرده شد. همزمان برای غیر قانونی به فعالیت های خدمت رسانی مسافرکشانی مشغول گردیدن نسبت راننده میرزایف رحمان علی با ماده 510 کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 16 اکتبر سال 2022 خبر داد که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در پایتخت یک راننده تاکسی را در حال دستگیر کردند در حالت سرخوشی از استعمال مواد نشه‌دار ماشین میراند. در اطلاعیه میلیشیا چنین گفته میشود، در نتیجه پیشبرد فعالیت خدمتی از جانب ناظران بازرسی راننده افتماشین تمغه تویوتا کارولا رقمهای قید دولتیش 7320-05 نظیرزاده ابوبکر رحمانعلی که در شرکت سیاهان به فعالیت مسافرکشانی مشغول است با گمان اداره نمودن واسطه نقلیات در حالت سرخوشی بازداشت کرده شد. در نتیجه تشخیص معاین گردید که نام برده در حقیقت در حالت سرخوشی قرار داشته، واسطه های نشه‌دار نو بنگ دانه را استعمال کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت نظیرزاده ابوبکر طبق طلبات ماده 332 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده، همزمان با مقصد معاین نمودن سرچشمه پهن کننده واسطه های نشه‌دار چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی جریان دارد. طبق طلبات ماده 322 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای اداره نمودن واسطه نقلیات در حالت مستی همچون جزا جریمه به اندازه 300 نشاندهنده برای صبح یا حبس ماموری به مولت 15 شبانه روز با محروم کردن از حقوق اداره واسطه های نقلیات به مدت 5 سال پیش بینی کرده شده است. یک نشاندهنده برای صبح برابر به 64 سومونی بوده و سال آینده به 68 سومونی برابر می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف اون را
در سامونه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdad.com خوش باشید.